با درود مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه تاک شو از شبکه جهانی و خانوادگی تلویزیون ایران، منصور سپهبند هستم. خوشحالم میزبان چهره ای هستم، چهره رسانه ای که بسیاری از بینندگان عزیز و همچنین شنوندگان رادیویی با نام و چهره ایشون و نظریاتشون آشنایی دارم. این شخصیت آقای علیرضا میبودی هستند، نویسنده، برنامه ساز رادیو تلویزیون، که در این ساعت مهمان برنامه هستند. خدمت آقای علیرضا میبودی از طریق اسکایپ سلام عرض میکنم خدمت. درود بر شما. حال شما خوبه آقای میبودی؟ خسته نباشی. همینطور همه همکاران شما در تلویزیون در خدمتتون. مرسی آقای میبودی. من قبل از اینکه به سوالی در ارتباط با انتخابات پیش روی امریکا ازتون پرسش هایی داشته باشم، خواستم از شما این سوال داشته باشم که آیا دلایل تأخیر اسرائیل در پاسخ دادن به حمله موشکی ایران مربوط به اول اکتبر شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا به خاطر نشر این خبرهایی است که پیدا کرده، یا اینکه این روشی است که اسرائیل در این زمینه مطرح میکنه با توجه به اینکه فرمانده سابق سپاه پاسداران با توجه به درس کردن این خبرها احتمالاً از اینکه اسرائیل یک حمله قوی خواهد داشت تکذیب کرده و گفته که بسیار حمله کوچکی خواهد بود و غیر قابل تصوره، ضمن اینکه این همزمان با درز این خبرهاست که در یکی از وبسایت ها اشاره شده بود که درز این خبرها مربوط به یکی از رسانه های نزدیک به ایران هستش که از کاخ سفید درز کرده. سوری از کاخ از این درها میزنن دیگه، مقامات جمهوری اسلامی و همینطور فرماندهان سپاه، به خاطر عظمت و سهمگینی اتفاقی است که برای اونها رخ داده. بالاخره در یه عمل جراحی بزرگ نظامی دست و پای جمهوری اسلامی رو سلاخی کردن، قصد کردن تو منطقه. اتفاق مهمی بوده اینا برای اینکه برسن به چنین موقعیتی و ویژه بتونن یه امپراتوری سیاه تروریستی در کل خاورمیانه ایجاد بکنن. آقای سپهبند بیش از 30 سال سرمایه گذاری کردن، از اینکه 40 سال سرمایه گذاری مداوم در کشورهای مختلف که آخرینش دستان یمن بوده و اینا رو دارن، این امکانات و این منابع رو و این ظرفیت ها در کشورهای مختلف دارن از دست میدن. فکر کنید حزب الله لبنان که گروه شیعی است و اغلب گروه های شیعی منطقه خاورمیانه رو زیر پروبال داشته، حالا که نیاز داره به حمایت های شیعیان مثلا عراق، هیچ کدام در صحنه نیستن، همه سکوت اختیار کردن. حزب الله لبنان الان از زمان طغیان مردم سوریه در خاک و کشور در تمام این سالها سعی کرده که حکومت بشار اسد رو زیر پروال خودش بگیره، تمام امکانات نظامی، تسلیحاتی، تروریستی، حتی قاچاق، فرستادن تولید مواد مخدر، ارسالش از طریق سوریه به بقیه دنیا، سعی کرده منابع مالی لازم رو تهیه بکنه در اختیار بشار اسد قرار بده و بتونه سرپا بمونه. فکر کنید از زمان کشته شدن نصرالله در لبنان دولت بشار اسد سکوت محض اختیار کرد، سکوت، یعنی نشون میده بر سر دوراهیه، اتفاقاتی که داره میفته رو داره با رضایت تلقی میکنه و این وضعیت رو همه کشورهای اسلامی دارن، تمام کشورهای منطقه دارن، هیچ کدام اعتراض نمیکنن. کافی بود در گذشته 4 نفر در اورشلیم سنگ فراری کنن به سوی نیروهای اسرائیلی و تمام جهان اسلام به غلیان می اومد. در پاکستان می ریختن شیعیان بیرون و بعد یا مسلمان ها علی الرسول، تعداد زیادی کشته می شدن. در مصر به همین ترتیب، در بقیه کشورهای هم شمال آفریقا هم خاورمیانه. اما این بار هیچ کس با جمهوری اسلامی هم همدردی نمی کنه، هیچ کس دلش برای حزب الله تنگ نشده، برای رهبر حزب الله، برعکس همه با رضایت دارن به این تحول و به این جراحی بزرگ در منطقه خاورمیانه
نگاه میکنن. این حوادث دارن برانداز میکنن. الان ببینید دندونی که فاسده میکشن، عضوی از اندام انسان در اندامی وقتی عفونی میشه جراحیش میکنن، قطعش میکنن برای نجات بقیه اندام. خاورمیانه الان به چنین نقطه ای رسیده و خب طبیعتاً به خاطر ضربات سهمگینی که بر حکومت وارد اومده همه رو بلا تکلیف کرده، همه موندن که چی بگن. ببینید علارغم کشته شدن شمار زیادی باز از فرماندهان، باز ادامه خسارات علیه تلفات در لبنان، امروز علی خامنه ای سخنرانی کرد، از شکست اسرائیل صحبت کرد، ولی نگفت انتخاب میگیریم، نگفت ما اقدامی انجام میدیم، چون خودشون رسیدن مبلغی که کاری از دستشون ساخته نیست. بهش میگن نوعی استیصال، نوعی بنبست، اونم بنبست دو سره. این سفر آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اسلامی میسین که اون تأثیر لازمه رو انجام نداده آقای مهبودی عزیز؟ نه حتما نداده، در هیچ جا ایشون جدی گرفته نشد. وقتی رفت به سراغ پادشاه اردن ملک عبدالله دوم، دیدیم که به قول آقای دکتر پیلانی با شلوار جین ایشون رو پذیرفته، و شلوار جین پادشاه اردن خیلی آدم مبادی آدمیست، معمولا هم افرادی نمایندگان خارجی رو در تالار خودش میپذیره، او رو نه در تالار به اصطلاح تشریفاتی دربار اردن پذیرفتن، نه ایشون با لباس رسمی ظاهر شد، با لباس ورزشی ظاهر شد و اعتنایی هم نکرد. توقع عباس عراقچی این بود که پادشاه اردن دست کم اندک همدردی نشون بده که نداد. تنها چیزی که اینا گفت ما اجازه نمیدیم که اردن صحنه درگیری و جنگ بشه بین اسرائیل و جمهوری اسلام. همین، یعنی شکست کامل. این وضعیت در مصر هم تکرار شد، عباس عراقچی در اونجا. آخه نمیشه. ببینید امروز عنوان درشت روزنامه آرمان ملی چی بوده؟ با این بوده که دیپلماسی جمهوری اسلامی دیپلماسی علیه جنگه، یعنی ما یه دیپلماسی سر رو داریم در منطقه پیش میبریم. این نمیخوره به حرفهای آقای خامنه ای که هفتم اکتبر رو یه اقدام لازم، یه پیروزی بزرگ قلمداد میکنه. نمیخوره به حرفهای ایشون که میگفت حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. نمیخوره به حرفهای روزنامه که هم که ارگان آقای علی خامنه ایست، همین چند مدت پیش گفت ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان. آقای رفتا به هم نمیخونه. بعد هم کشورهای عرب منطقه خاورمیانه به دستاوردهای بزرگی رسیدن که حاضر نیستن که اینا رو از دست بدن، که دبی حاضر نیست که برگرده به 50 سال پیش با این پیشرفتهایی که بهش به دست آورده و این اعتباری که در جامعه جهانی پیدا کرده تبدیل شده به یک قطب مالی اقتصادی دنیا. همینطور حتی قطر که متحد جمهوری اسلامی است و عربستان سعودی که جای خود داره با این پیشرفتهایی که داشته و توانسته بسیاری از اصلاحاتی رو که تصور نمیدم انجام بده و به این نقطه برسه. اینا نمیان که این همه دستاورد رو یک جا واگذار بکنن به جمهوری اسلامی برای که بتونه با اسرائیل بجنگه. اون دوران تمام شد، اون معمل رو برد تمام شد و ما رو یه دوره دیگه شدیم. حتی اردوغان رئیس جمهور ترکیه با این همه بلدرمایی که داشته وقتی درگیر میشده با اسرائیل، همه میدونیم که روابط امنیتی داره با اسرائیل، دست نداره این روابط امنیتی، روابط سیاسی داره و این مناسبات ادامه پیدا کرده. توریست‌های اسرائیلی میان ترکیه، ترکیه هم به اسرائیل بینید سکوت اختیار کرد. یعنی این سکوت توأم با رضایت، یعنی همه از این که جمهوری اسلامی داره ضربه های سنگین رو تحمل میکنه و بخشی از قوه و قدرت و منابع و ظرفیت شاشه از دست داده خوشحالن. ترکیه که منافع اقتصادی سریع و بلاواسطه داره، نگاه کنید به میزان فرار پول هر روز از ایران به ترکیه، میزان شمار
بستگان خانواده روحانیون و همینطور کسانی که توی دژ حکومتن، حکومتی ها الان تمام هتل های نشانتاشی رو قرق کردن، تمام هتل های پنج ستاره شهرهای ساحلی همه در اختیار این هاست الان ماه هاست. یعنی اینقدر احساس ناامنی در ایران عمیق و وسیع شد. خیلی تشکر آقای مهبودی. دوباره برمیگردیم به داستان نشت خبرهای مربوط به اعلام جنگ اسرائیل و ایران. آقای بایدن وقتی ازشون سوال شد در ارتباط با ترور یا کشته شدن هنیه و همچنین نصرالله اظهار بی اطلاعی کرد، ولی در ارتباط با اطلاعاتی که اسرائیل در اختیارش قرار داده بود علنا برای اولین بار رئیس جمهور امریکا اعلام کردش که من زمان ساعت حمله اسرائیل به ایران رو میدونم. و این سوال پیش میادش که آیا چطور در ارتباط با مسئله هنیه و نصرالله اظهار بی اطلاعی کردن، در ارتباط با حمله به ایران اظهار اطلاعی کردن و گفتن حتی زمان و ساعت این حمله رو من میدونم. سوید بابرم در بود مسئله که به هر حال به شکلی مربوط میشه به حوزه جنگ. میدونی جنگ خودش برای یه حوزه پروپاگاندا داره، نمیدونم تا چند میشه به این اطلاعات اطمینان کرد. حتی در مورد لو رفتن اسناد گاهی وقتا یادتون باشه شما کوچه میدید که این اسناد لو بره، تو این اسناد چی به دست میاره؟ طرف مقابل ممکنه ضد اطلاعات بشه، ممکنه اطلاعاتی باشه که اون رو گمراه بکنه. و چون من اطلاعی ندارم، کارشناس هم نیستم در این زمینه، واقعا نمیتونم چیزی بگم. بعد هم اینه به شما میگم که در حوزه در وقتی جنگ پیش میاد یا درگیری های در این ابعاد و در این سطح که جهان و اقتصاد جهان رو تأثیر میگیره و میدونیم هم که بخش از اطلاعاتی که دادی میشه حتما از نایه کسانی میاد که دارن جنگ رو هدایت و اداره میکنن. نمیشه، من و شما نمیتونیم راستی آزمایی بکنیم، خیلی سخت و دشواره. بسیار ممنون آقای مهبودی. برمیگردیم به امریکا و انتخابات پیش رو. به باور شما هر کدوم از این دو نماینده، چه ترامپ چه کامالا هریس، اگر در مقام ریاست جمهوری قرار بگیرن چه اتفاقی در ارتباط با ایران روی خواهد داد؟ چون بسیاری از هم امریکایی‌ها و هم بسیاری از ایرانیان مایلن بدونن که آینده ایران با انتخاب این دو نامزد چگونه خواهد شد؟ آینده ایران در ارتباط با بله انتخاب این دو نامزد واقعا چه سرنوشت ایران پیدا خواهد کرد؟ ولی یه مشکل اساسی در رابطه با سیاست خارجی است که تقریبا نمیدونیم این دو تن، چه آقای دونالد ترامپ چه خود خانم کامالا هریس، در مورد ایران سیاست مشخصشون چیه. هیچ کدام اطلاعات لازم رو ندادن. اگر سیاست همین رو که امروز در کاخ سفید جریان داره که خب اون وقت میشه گفت که دور چهارم ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما شروع شد، اگر خانم هریس بره میشه دور چهارم. چهار دور است که ایشون حضور داره، چون همون سیاست رو در قبال ایران پیش بردن تا به امروز. اما در مورد آقای ترامپ هم چیز زیادی نمیدونیم. آقای ترامپ اطلاعات جست و گروه اینجا داده و به در مصاحبه های خودش که به جای اینکه جامعه ایران دل و جامعه ایران رو قرص بکنه شاید باعث ناامیدی بسیاری شده. ولی فراموش نکنیم قرار نیست که کاندیداها در مورد سیاست خارجی اطلاعات زیادی به من و شما بدن. و بعد هم حرفایی که در دوره کارزار انتخاباتی زده میشه چندتا نمیشه بهش استناد کرد، نمیدونیم. از همه بدتر این که مردم رای دهنده آمریکایی زیاد به مسائل خارجی توجه نداره. حالا دو مسئله عمده در برابر افغان و مقیس که فکر میکنم تو رده 6 و 7 همه رتبه 1 رو، یعنی اولویت با اقتصاد. حالا مردم آمریکا اقتصاد براشون خیلی 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 مهم شد. موضوع مهاجرت بسیار مهم، حتی موضوعاتی مثل بیمه های درمانی ها که همیشه در صدر بودن امروز اهمیتش از دست داده. اقتصاد اول،
خب با توجه به رأی دهنده آمریکایی زیاد اعتنای مسائل خارجی نداره، اینه که اینا هم اطلاعات زیادی نمیدن، اونا هم اصرار زیادی ندارن که کاندیداها در مورد سیاست خارجی چیزایی بگن که افکار عمومی قانع بشه. نه، توجه رو مسائل داخلی کشور، یه مقدار نقص از همین جاست. اما دو موضوع خیلی مهم در سیاست خارجی برای رای دهنده آمریکا، یکی اوکراینه، یکی مسئله جنگ خاورمیانه. این دو مهمه برای رای دهنده آمریکا، چه برای رای دهنده مسلمان، چه برای رای سفیدپوست، چه برای رای دهنده یهودی فرقی نمی‌کنه، چه حتی برای ایرانی‌ها، چه برای تمام به صدا شهروندان خارجی یا خاورمیانه تبارهایی که در آمریکا زندگی می‌کنن، براشون مهمه. چی میدونیم از سیاست اینها؟ تقریبا چیز زیادی نمیدونیم، فقط میدونیم که سیاست کاخ سفید در برابر اسرائیل در برابر غزه قرار به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه. آقای بلینکن هم الان در منطقه است، جالب، سفرش 7 روز به درازا میکشه. نگرانی اینا از این چیه؟ که مبادا ابعاد جنگ به شکلی گسترده بشه که انتخابات آمریکا رو زیر تاثیر بگیره، یعنی باعث ترس و هول و وحشت بشه، روی مسائل داخلی آمریکا تاثیر بزنه، قیمت نفت رو به ناگهان بالا ببره، برسونه از 100 دلار به بالا. اون وقت رای دهنده آمریکایی وقتی تو خیابون داره میره به تابلو پمپ بنزین نگاه میکنه و به جیبش و بعد تصمیم. آیه میبودی، خب در همین رابطه نتانیاهو بارها اعلام کرده که من اگر حمله من به ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. با توجه به این تجزیه تحلیلی که شما اشاره کردین، شرایط به همین صورت پیش خواهد رفت. ببینید، خب از نظر آقای نتانیاهو به زمان مطلوب همین قبل از انتخابات، قبل از انتخابات، بله. و مگر اینکه اینا مطمئن باشن مثلا یه شخصیتی مثل دونالد ترامپ ممکنه پیروز بشه در انتخابات و خیالشون از این بابت جمع بشه که سیاستی که پیش میبرن مورد حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی، الان تمام تلاشش داره میکنه، چه حملات سایبری، چه از طریق واسطه های خودش، چه از طریق لابی ها، بلکه بتونه روی انتخابات در ایالات متحده آمریکا اثرگذار باشه، به شکلی عمل بکنه که مثلا دونالد ترامپ به کاخ سفید نره، حتی متوسل شده به عملیات تروریستی، حتی متوسل شده به استخدام قاتل کرایه‌ای، آدم کش‌های کرایه‌ای. تو اینم دست کم دو نوبت رو میدون، دو نوبت هست به این اقدام زده، نه فقط ترامپ، جمعی از چهره‌های خیلی متشخص حزب جمهوری خواه مثل خانم نیکی هیلی، مثل آقای وزیر خارجه پیشین. آقای میبودی، این سوال من به این صورت مطرح میکنم که آیا پیروزی احتمالی کامالا هریس خبر خوبی برای جمهوری اسلام خواهد بود؟ و آیا بازگشت ترامپ به معنای سقوط جمهوری اسلامی است؟ یه بار دیگه خواهش میکنم صداتون خیلی بد میشه. سوال من به این صورت بود که عرض کردم که آیا پیروزی احتمالی کامالا هریس خبر خوبی برای جمهوری اسلامی است؟ و آیا بازگشت ترامپ به معنای سقوط جمهوری اسلامی است؟ من حضورت که از کنه برای جمهوری اسلامی روی کامالا هریس از مدت ها پیش سرمایه گذار کرد، یعنی چهره مطلوب برای جمهوری اسلامی اینه که وضعیت موجود به شکلی ادامه پیدا کنه، و به همین لحاظه که خیلی به طور علنی علیه ترامپ وارد عمل شد، به طور علنی حتی سعی کرد که مثلا کارزار انتخاباتی و در کمپ در اردوگاه انتخاباتی او به شکلی راه پیدا بکنه. عملا چندین نوبت هم از منابع اطلاعاتی در آمریکا اعلام کردن که حکومت جمهوری اسلامی به همراه چین و همراه روسیه سعی در ایجاد نفاق دارن، بلکه بتونن اینقدر نفاق رو دامن بزنن، بلکه بتونن به مناسبت انتخابات در آمریکا ناامنی ایجاد بکنن. یعنی آمریکایی تو این حد هم نگرانن.
آقای نیبودی عزیز، در یه نظر سنجی که از رای دهندگان امریکایی تبار به عمل اومده، پیشتاز این موضوع، این نظر سنجی دونالد ترامپه و این نظر سنجی از طریق عرب نیوز یوگاو نشون داده که دموکرات ها به دلیل سوء مدیریت در جنگ غزه نزد آمریکایی‌ها عرب تبار محبوبیت کمتری دارند و در این نظرسنجی که به سفارش وبسایت عرب نیوز انجام شد نشان دادش که از نظر بیشتر عرب‌ها 87% در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوع فلسطین در اولویت قرار داره. این نظرسنجی که بین 26 اکتبر تا اول اکتبر ببخشید بله 26 می تا اول اکتبر انجام شد نشان می‌دهد که حزب دموکرات به دلیل سوء مدیریت جو بایدن در درگیری اسرائیل و غزه حمایت آمریکایی‌های عرب زبان را از دست داده است. اعتقاد و نظر شما چیه؟ حالا نظرسنجی‌های مختلفی الان داره انجام می‌گیره. ما دو تا پلتفرم عمده داریم، یکی 270 و پلتفرم 538. هر دو کارشون جمع‌آوری نظرسنجی هاست از سراسر آمریکا، چه نظرسنجی های سراسری فدرال، چه نظرسنجی های ایالتی، همه اونها رو میگیرن و ازش یک میانگین استخراج میکنن، معدل استخراج میکنن. معدلی که استخراج کرده 270 همین امرام ساعتی پیش هاکیس که خانم کاملا هریس یک بیش از 1% جلوتر از آقای ترامپه. 538 هم به همین دست شده که کاملا هریس جلوتر از آقای دونالد ترامپ. مزالک به هیچ وجه نمیشه با استناد کرد به این اعداد و ارقام و فکر کرد که داره میرسه به نتیجه روز 5 نوامبر، یعنی روزی که مردم میرن رای میزنن به صندوق. تا به حال 15 میلیون شرکت کننده در انتخابات پیشرفت داشتی، اکثریت به خانم هریس رای دادن، اما تعداد کسانی که در انتخابات پیشرفت شرکت کردن دموکرات بود، اقلیت با جمهوری خواه بوده، نشون میده که جمهوری خواه بیشتر دوست دارن سنتی ترن، دوست دارن برن پای در حوزه های رای گیری، پای صندوق رای، اونجا رایشون خودشون بندازن به صندوق، داره که دموکرات ها رغبتشون به آرای پوزیتی خیلی خیلی بیشتره. پس به نظرسنجی ها نمیشه زیاد الان اعتماد که، بویژه این که ضریب خطای حدود 3.5% ضریب خطا وجود داره و اینا فاصله شون واقعا مودب چیه؟ بنزه باریکه بوست. اما بیریم به بنگاه های شرط بندی جاها، مردم میرن پول میگذارن روی دو کاندیدا، یکی خانم کاملا هریس، یکی آقای دونالد ترامپ. رقم شرط بندی رسیده به 2 میلیارد و حدود 350 میلیون. این شرط بندی تا 5 نوامبر هم ادامه داره در پلتفرم، در پلتفرم شرط بندی در همین ایالات متحده آمریکا. رقم شرط بندی روی دونالد ترامپ حدودا 240 میلیون دلار، چیزی حدود 240 میلیون دلار از خانم هریس بیشتر، یعنی نشون میده که در نظرسنجی ها اکثریت خیلی کوچکی با خانم هریس، در شرط بندی ها حتی اونایی که مخالف ممکنه دونالد ترامپ باشن ولی به خاطر پولش رفتن رو اون سرمایه گذاری کردن، یعنی رو اون شرط بندی کردن. برای این میز رولت کازینوی سیاست در ایالات متحده آمریکا ارقام هم حیرت انگیز آقای منصور، 2 میلیارد و 350 میلیون دلار تا حالا، احتمالا 1 میلیارد هم اضافه میشه در این روزهای آینده. اما الان در شرایط حاضر ایالت های مهمند که بهشون میگیم ایالت های بینابین نوسانی که نه آبی رنگ هن نه قرمز رنگ هن، مردم مثل خیلی از اعضای حزب دموکرات و جمهوری خواه از 4 سال پیش تصمیم نگیرن به کی رأی بدن، مردم منتظر میشن، به آدم رأی نمیدن، به برنامه رأی میدن. اینا ایالت هایی هستن کوچیک هستن،
اما اثرگذارن، یعنی سرنوشت در این نقاط تعیین میشه، مثل ویسکانسین، مثل جورجیا، مثل آریزونا، مثل نوادا و ایالت های از این دست، بر پایه یه نظرسنجی که ریل کلیر پالیتیکس انجام داده، آقای دونالد ترامپ در همه این 5-7 ایالت اول، یعنی جلوتر از خانه مهدیسه. اما یه نظرسنجی دیگری آمده که میگه خیر، در 7 ایشون نیستن، ایشون در 3 ایالت، در ایالت کارولینای شمالی که اصلا ایالت مال ترامپه، اونجا خیلی وضع ترامپ خیلی خوبه، همینطور در جورجیا وضعش بسیار خوبه، در آریزونا به همین ترتیب آقای دونالد ترامپ جلو، ولی در بقیه جاها تقریبا شانه به شانه هم دارن پیش میرن. در چه میشه گفت که ترامپ اندکی جلوتره، یعنی این شکل هم به وجود آوردن که نه، این افیالت همه مال آقای ترامپ نیست. ولی باز میرسیم باز به این نقطه که متاسفانه یکی از دلایلی که نمیشه آقای سپهروند زیاد به پاری از نظرسنجی ها اعتماد کرد، این که اغلب تبدیلشن به بنگاه های تجاری، یکی از معضلات عمده در سیستم خبررسانی آمریکاست. همین وضعیت رو تلویزیون ها پیدا کردن، شبکه های معظم تلویزیونی. ببینید خانم هریس در طول یک ماه 270 میلیون دلار به تلویزیون ها پول داده برای که رو معرفی کنن، تبلیغات تلویزیونی. ترامپ هم یه رقمی حدود نزدیک به 80 میلیون دلار هزینهش بوده، هزینه تبلیغات در یک ماه. ارقامی هم که جمع کردن که اصلا حیرت انگیزه، همه بالای میلیارده، و خود این پولهای سنگین بوده که رسانه ها رو به بنگاه تجاری تبدیل کرده، و این جای افسوس داره. و امیدوارم که بعد از این انتخابات واقعا یه فکر اساسی بشه، یعنی دست کم در کارهای شبیه انتخابات یه کارهای سرنوشت ساز برای من بکن، نهادهای رسانه‌ای مستقل و بی‌نیاز از پول، حالا دولت کمک می‌کنه، هرچی ایجاد بشه که اونا بتونن به طور بی‌طرف وارد عمل بشن. یه مشکل اساسی همین که افراد از 4 سال پیش تصمیم میگیرن به کی رأی بدن، به کدام حزب، از 4 سال پیش، بعد هم براشون اصلا اهمیت نداره که برنامه چیه، به آدم رأی میدن. اگر بشه این رأی دهنده، هر رأی دهنده در هر جای دنیا به جای انتخاب افراد بره روی برنامه اونا تمرکز بکنه، من مطمئنم که دنیا اصلا وضعیت دیگری پیدا، صورت مسئله عوض میشه. من این موردی که میخوام اشاره کنم، میلیون ها نفر با برنامه های آقای میبودی چه تلویزیونی چه رادیویی آشنایی دارن، اینی که میگم میلیون ها نفر، بی اقرار نمیگم، شنونده ها و بیننده های بسیاری در ایران و در سایر نقاط جهان دارن، و یکی از برنامه سازا یه نادری هستن که واقعا تحقیقاتشون، اطلاعاتشون فوق العاده زیبا و فوق العاده جلب توجه میکنه. حالا من میخواستم از آقای میبودی عزیز بپرسم، با توجه به اینکه شما با بسیاری از دستن در کاران چه رسانه‌ای چه مردم در تماس هستید، اون کشیرشی رو که همونطور که من اشاره کردم و اشاره فرمودید که نمیشه به این نظرسنجی ها توجهی داشت، ولی یک اون نظرسنجی هایی که در ارتباط با عرب زبان ها انجام دادن به خاطر فلسطین، گفتن که آقا صفحه سنگین 87% به نفع آقای ترامپه. با توجه به اینکه اشاره فرمودید نمیشه، من میخوام از شما بپرسم که حس خود شما، احساس خود شما، تحقیقات خود شما در ارتباط با کشش ایرانیان چه در داخل کشور و چه در برون از کشور، به چه کدوم یک از این کاندیداها هستش؟ به ایران که نگاه بکنید، بیرید تو شبکه‌های اجتماعی، خب جوان‌ها دارن نظرشون رو میگن. خب نظر اونها به
سیاست‌های موجود کاخ سفید نیست، یعنی معترض بودن، سال‌هاست بهش معترضن. از زمان پرزیدنت اوباما شعارها رو شنیدیم تو خیابون‌ها که شما با ما هستید یا با ما نیستید، تکلیف روشنه. در نتیجه روی ترامپ بیشتر تمرکزه. اینو به اصطلاح هم کامنت ها میگه، صدها هزار کامنت درباره انتخابات در آمریکا که توسط جوان ها منتشر شد در سوشال میدیا. اینو که تکلیف روشن در ایران این وضعیت این گفت. در اینجا دو گروه هستن، یک گروهی که نظر به دموکرات ها دارن، یک گروهی که نظر به جمهوری خواهان دارن. این در دوره قبل آقای سپرمن نفاق و درگیری بین جامعه ایرانی خیلی زیاد بود بر سر انتخابات. این بار من چنین چیزی نمیبینم. یعنی اگر کسی هم نگاهی داشته باشه به یکی از کاندیداها، یعنی کاندیدای مورد علاقهش باشه، زیاد وارد بحث‌های جدی بر سر انتخابات نمیشه، چون اون دوره خیلی ها رو ناامید کرد. کسانی که با امید رفتن رأی دادن، مثلا با آقای جو بایدن رأی دادن که دیدیم نتیجه چه شد، انتظاراتی داشتن که انتظارات برآورده نشد. در اصل جنگ و درگیری در بین در جامعه ایرانی بین دو گروه که از دو حزب طرفداری میکنن خیلی کم رنگ شده و این خبر خوبیه به نظرم. مثلا خبر بدی نیست. و ما که اغلب ایرانی ها البته توجهشون واقعا بیشتر به ایرانه، به مسائل ایرانه، خیلی اهمیت به ایران دارن و امیدوارن هر کس حالا چه خانم هریس اگه به کاخ سفید رفت، امیدوارن که این سیاست رو تغییر بده. یعنی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در مورد ایران چرخش پیدا بکنه، چون وضعیت در خاورمیانه عوض شده، وضعیت در ایران تغییر پیدا کرده، معادله قدرت در ایران دیگه شبیه سابق نیست. امروز قدرت فرهنگی و فکری و سیاسی در ایران در دست مردم، یعنی حاکمیت با اونهاست. درست جمهوری اسلامی داره بر سر کاره، ولی عملا دارید میبینید که قدرت دست مردم و این ترس از مردمی که جمهوری اسلامی رو مستحصل کرده و هیچی هم نمیگه، سکوت اختیار کرده و در برابر این موج تبلیغات از سوی اسرائیل در مورد جنگ، هر روز هم بیانات اسرائیلی ها ببینید بیانات خود آقای گالان سهمگین‌تر میشه. بله بله، یعنی میگه چنان میزنیم که ندونید از کجا میخوریم. بله. حالا این جنگ الکترونیکه، جنگ سایبریست، جنگ با نرم افزار هاست. آخه چه جنگیست که چنان میزنیم که نفهمید از کجا خوردید؟ معلوم میشه که ما با یک جنگ مرکب طرفیم، یعنی جنگ که از شیوه های مختلف، چه شیوه های مدرن، چه میزه های سنتی، چه جنگ های کلاسیک استفاده میکنه برای زرده دادن به حریفی که قصد براندازی موجودیت مملکت داره، قصد براندازی موجودیت اسرائیل داره. پنهان هم نمی کنه، با آقا اینو گفته. اسرائیل هم میگن بنابراین این جنگ مرگ و زندگیست، ما نمیتونیم وسط بیستیم، باید بیا مرگ انتخاب کنیم و زندگی. جناب بهبودی یک دنیا تشکر، بسیار ممنونم، محبت فرمودید، دعوت من رو قبول کردید. میدونم بسیار وقت تنگنایی دارید ولی محبت کردید، جواب مثبت دادید. امیدوارم که باز وقتی دست بده که شما در ارتباط با انتخابات یا قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات در خدمتتون باشیم و نقطه نظرهای شما رو در این زمینه بسیاری از بینندگان عزیز ما در سراسر جهان جویا بشیم. ممنونم، خیلی ممنونم، براتون بهترین ها رو آرزو دارم. ممنون، سپاسگزارم. چشم، خیلی تشکر از این که اوکی دادید. ممنون، سپاسگزارم. قربان شما. خیلی ممنون بینندگان عزیز، تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. از ندای عزیز کارگردان فنی برنامه بسیار متشکرم. روز شب شما خوش.